بفرمایید. ۱۶ مهر فکر میکنم سال 1193 بود که به ما اعلام حادثه شد. بلا فاصله با خودروی امداد نجات و تیم متخصص تیم آتش نشانی قم ما اعزام شدیم به محل حادثه که متاسفانه با یک حادثه بسیار تلخ و پیچیده‌ای مواجه شدیم. یک خانواده‌ای که در حال اعزام به گویا عراق به سمت عراق می‌رفتند دچار حادثه و سانحه‌ای شده بودند. ما داشتیم به خانواده سفر می‌رفتیم سمت خومن، بعد یه 10 دقیقه بود که از شهر قم خارج شده بودیم، تو جاده سلفشگان بودیم. خودروی اونها انحراف شده بود و گاردریل داخل ماشین شده بود، به طریقی که از قسمت گلگیر سمت شاگرد وارد خودرو شده بود و از سمت گلگیر سمت عقب از سمت راننده خارج شده بود. متاسفانه لاستیک ماشینمون سمت شاگرد جلو میترک. بعد ما لاین راست بودیم، تا بیایم به خودمون بجنبیم من سمت شاگرد نشسته بودم، مادرم پشت فرمون بود. ماشین یه ذره که میکشه به راست برخورد میکنیم با گاردریل، گاردریل هم تیزیش باز بوده، میاد داخل ماشین و میزنه به من و از ته ماشین میره بیرون. 13 متر ماشینو از وسط باز میکنه. یکی از سرنشینا که آقا فرزاد گل که الان در خدمت شما هستم داخل خودرو بود و سمت شاگرد نشسته بود که متاسفانه این گاردریل به صورت بسیار وحشتناکی از داخل پای ایشون رد شده بود. خب حادثه واقعا پیچیده و سختی بود که ما بخوایم کمترین آسیب رو به ایشون وارد بکنیم و ایشون رو رهاسازی کنیم. بعد اونجا که میزنه به من، خب من دچار قطع عضو میشم، درجا تو صحنه پام قطع میشه، حالا یه پای دیگه هم میشکنه، شکمم پاره میشه، دندم میشکنه و ریه‌ام پاره میشه یکیش. نمیدونم دقیقا چقدر گذشته بود، چون اون وسط آهنا که من گیر کرده بودم تو ماشین انقدر سخت داشت میتاشت اصلا زمانو نمیفهمیدم. ولی مامورین آمبولانس زودتر از مامورای آتش نشانی رسیدم، در حد 30 ثانیه یه دقیقه اومدن من معاینه کردن و رفتن عقب وایسادن و دیش دستی نزدنش، کاری نکردن. البته حالا بعدن دلیلشون واقعا منطقی بود طبق علم پزشکی. بعد که مامورین آتش نشانی رسیدن اومدن بالا سر منو گفتن که داد بیداد نکن، یه ذره آروم‌تر باش، بذار الان کمکت می‌کنیم، از تو ماشین درت میاریم تا راحت برسونیم به بیمارستان. بعد مامورین آتش نشانی رفتن با مامورین آمبولانس صحبت می‌کردن، این واقعا به نظرم تاریک‌ترین و روشن‌ترین جملاتی بود که من تو زندگیم شنیدم. خب من لای آهنگ گیر کرده بودم، با فاصله 2 متری داشتن صحبت می‌کردن و من داشتم یه چیزایی می‌شنیدم که اونجا مامور آمبولانس و مامور آتش نشانی میگه که من چک کردم شارگش قطع شده، ریش هم پاره شده، نه نفس داره نه خون داره. الحمدلله با کمک بچه هامون که واقعا خیلی زحمت کشیدن، جا داره همینجا عنوان سرتیم از ایشون تشکر و قدردانی بکنم، خیلی اونجا به ما کمک کردن، باعث شد که ما بتونیم آقا فرزاد رو رهاسازی بکنیم. این تاریک ترین جمله زندگی بود و روشن ترینش پشتش اومد که مامور آتش نشانی گفت بچه خودت هم بود چنین حرفی میزدی؟ من این واسم با پسرم هیچ فرقی نمیکنه، این پسر خودم میمونه، همین الان با هر زوری که شده درش. که اومدم بالا سر منو به من گفتن که ببین از دو تا چیز میخوایم، زدن کف ماشین، گفتن این صدای لپلپی که داره میاد صدای آبه، ما اینجا آب باز نکردیم که صدای خون توئه، خیلی ازت خون رفته، نخواب زیادم داد نزن که ما دلمون نسوزه بتونیم راحت درت بیاریم. که دمشون گرم، دمشون گرم، اونجا از جونشون مایه گذاشتن، هرچی انرژی داشتن گذاشتن و منو سریعتر درآوردن تا من زودتر بتونم به بیمارستان برسم و الان اینجا باشم. من شاید اگه اون احساس مسئولیت، اون روح بزرگی که همیشه آتش نشانا دارن نبود اونجا تو اون صحنه، شاید هیچ اتفاقی نمی افتاد و من همونجا زندگیم تموم می شد. ولی خب موندم، الان بعد از 7 سال تونستم اون تیمی که منو نجات دادن پیدا کنم. خیلی اون اول گشتم ولی خب
نتونستم اون موقع پیداشون کنم، الان حالا یه اتفاقی تونستم پیداشون بکنم و خیلی از این قضیه خوشحالم. به نظر من آتش نشانا آدم باید به یه درجه روحی رسیده باشه که بتونه آتش نشان بشه، چون هر دفعه که صدای زنگ در میاد میدونن که اگر برن سر اون عملیات ممکنه جونشون رو از دست بدن، ولی باز دوباره با تمام انرژی و جونشون میرن. یعنی 10 نفر آدم یهو میزنن به آتیش، یهو میزنن به جنگل که جون 1 نفر رو نجات بدن. خب بعد از اینکه زنده موندم اونجا این اتفاق بزرگ افتاد، یه ذره سعی کردم زندگیمو تغییر بدم، یه ذره درست‌تر زندگی کنم، یه ذره با مسئولیت‌تر زندگی کنم، یعنی بی‌تفاوت نباشم نسبت به زندگی خودم، نسبت به جامعه و هر چیز دیگه. تصمیم گرفتم ورزش رو شروع کنم. حالا تو یه اتفاقی توی جای دیگه با والیبال نشسته آشنا شدم، حالا تونستم خوب توش پیشرفت کنم به نظر خودم، ولی خیلی راه مونده. ما تیممون انقدر قویه که کلی راه داره. 2 سال و نیم عضو تیم ملی به بودم و الان داریم تلاش میکنیم که این رسالتی که وجود داره برای ورزش کشورمون والیبال نشسته ادامه بدیم، این قهرمانی ها تموم نشه، ته نداشته باشه، زورمون رو بزنیم، همیشه پرچم کشورمون رو بالا نگه داریم. و میگم تمام اینا به خاطر جرقه هایی که کوچیک کوچیک تو زندگی ما افتاده. یه بار یه آتش نشان سر راهمون قرار گرفته، یه بار یه پزشک، یه بار پدر مادر، یه بار اصلا شانس، هر چیزی، همه اینا لطف اون بالایی است. بقیه همه ما وسیله ایم، هر چیزی که داریم و نداریم مال اون، هر موقع دلش بخواد میتونه ازمون پس بگیره، هر موقع هم دلش نخواد میتونه تا آخر اون بمونه.